هفته پیش یک سری تازه رو شروع کردیم درباره آزمایشات. اگه خاطرتون باشه هفته پیش گفتم که خداوند هر لحظه ما رو نگاه میکنه، هر ثانیه ما رو نگاه میکنه، حتی به اندازه یک نفس، به اندازه فرصتی که یک جرعه آب دهان رو قورت بدیم، حتی به اندازه اون ما رو تنها نمیذاره. هر لحظه خداوند ما رو نگاه میکنه، تمام حرکاتمون رو زیر نظر داره و به خصوص خداوند ایمانداران رو زیر نظر داره. و دلایلش رو گفتیم. امروز در ادامه اون مطلب میخوام به آزمایشاتی که خداوند برای ما در زندگی ما جلوی ما میذاره ازشون صحبت کنم. هر ایمانداری از لحظه ای که به خداوند میگه آمین، ایمان میاره، از همون لحظه حداقل 10 آزمایش در طول زندگیش باید پس بده. من داشتم تحقیق میکردم و کلام خدا رو داشتم نگاه میکردم، به 30 از اون آزمایش ها برخوردم. برای همین میگم حداقلش فقط 10 تاست، شاید بیشتر از اون 30 باشه. خداوند محدودیت نداره، خداوند به روش های مختلف در موقعیت های مختلف ما رو آزمایش میکنه تا اون خصوصیات رو که مایله در ما ایجاد کنه. هفته پیش گفتیم که چرا خداوند ما رو آزمایش میکنه و اشاره کردیم که فقط خداوند ایماندارا رو آزمایش میکنه، آزمایشات برای ایمانداراست، و دلیل ها رو گفتیم که چرا خداوند ما رو آزمایش میکنه. امروز میخوام درباره یکی از این آزمایشات صحبت کنم و اونو من اسمش رو گذاشتم آزمایش اولویت ها. خداوند میخواد ببینه برای ما مهمترین چیز تو زندگیمون چیه و میخواد روی این مسئله ما رو آزمایش کنه. چون شدت این آزمایش خیلی خیلی قویه، اون چیزایی رو که بیان خواهم کرد شاید به ذهن ما خیلی سخت و شاید هم خیلی ناعادلانه به نظر برسه، میخوام دلایلی که هفته پیش ارائه کردم که چرا خداوند ما رو آزمایش میکنه اونا رو صحنه بیارم. و همینطور که من دارم درباره این آزمایش این هفته صحبت میکنم، آزمایش اولویت ها، میخوام اونا رو زیر نظر داشته باشین، زیر چشمتون داشته باشین، نگاه کنین که بدونین خداوند چرا داره ما رو آزمایش میکنه. هفته پیش گفتیم که خداوند حداقل از به 7 دلیل مختلف، بنا بر 7 دلیل مختلف ما رو آزمایش میکنه. اول این دلیلش اینه که خداوند آزمایش ما رو میکنه که ما رو رد نکنه بلکه ما رو قبول کنه. انسان ها آزمایش میکنن، امتحان میکنن. وقتی امتحان میخوان بدین وارد دانشگاه بشین، هدف از اون امتحان اینه که یه عده رو کنار بذارن، ولی هدف خداوند این نیست که ما رو کنار بذاره، بلکه هدفش اینه که همه رو قبول کنه. برای همینه که وقتی در آزمایشی رد میشیم، خداوند اونو تکرار میکنه و باز تکرار میکنه و باز تکرار میکنه تا بالاخره قبول بشیم و بتونیم وارد بشیم. پس آزمایش خداوند با آزمایش انسانی فرق میکنه. آزمایش انسانی میخواد ما رو رد کنه، ولی آزمایش خداوند میخواد همه رو قبول کنه. اولین دلیلش اینجاست، آزمایش خداوند برای رد کردن ما نیست بلکه برای قبول کردن ماست. دومین دلیلی که خداوند ما رو به اون دلیل آزمایش میکنه اینه که آزمایش خداوند برای رشد ایمان ماست. در آزمایشاتی که ایمان ما رشد میکنه، در سختی هاست، در فشار هاست که ایمان ما رشد میکنه، میتونیم بیشتر به خداوند متوسل بشیم. تا وقتی همه چیز خوبه، تا وقتی زندگی مرفه، احتیاجی نیست که به خدا احتیاج داره. ولی همچنین که سختی ها پیش بیاد، بیماری ها پیش بیاد، چیزی پیش بیاد که از حد کنترل ما خارجه، دکتر کاری نمیتونه بکنه، زندگیمون قادر نیست اون مشکل رو حل کنه، اون موقع است که خدا رو پیدا میکنیم، اون موقع است که دنبال خدا میگردیم. پس خداوند از قصد آزمایش رو میذاره که در ایمانمون رشد کنیم. سومین دلیل گفتم که آزمایش خداوند ما رو به اون نزدیکتر میکنه. همونطور که گفتم، تا وقتی که همه چیز خوبه از خدا دوریم، اصلا یادی از خدا نمیکنیم. شاید تو قلبمون ایمان داریم، بله خدایی رو میشناسم، قبول دارم، ایمان دارم، هاللویا آمین، ولی وقتی در آزمایشات میافتم، در سختی ها میافتم، اون موقع که دوست دارم بیشتر رو زانوهام بیافتم، دعا کنم، به خداوند نزدیکتر بشم. و خداوند مایله، عاشق اون لحظه است که ما به اون نزدیک بشیم. پس برای اینکه به اون نزدیکتر بشیم، ما رو در آزمایشات قرار میده که به اون نزدیکتر بشیم. دلیل بعدی اینه که آزمایش خداوند ما رو در ایمانمون خالص‌تر میکنه. ما شاید ایمان داشته باشیم، ایماندار خیلی خیلی خوبی هم باشیم، شاید خیلی چیزا تو زندگیمون در ایمانمون انجام بدیم، ولی حاضر نباشیم بها بدیم به خاطر خداوند، حاضر نباشیم به خاطر ایمانمون
بها بدیم و خداوند با این وسیله آزمایش ما رو خالص‌تر می‌کنه. دلیل ششم این بود که آزمایش خداوند خصوصیات آسمانی رو در ما بنا می‌کند. خداوند در آزمایشات ما رو بنا می‌کنه تا اون خصوصیات آسمانی، خصوصیات الهی رو در ما بگنجونه. خصوصیاتی مثل گذشت، مثل فروتنی، مثل فداکاری، مثل محبت، مثل صبر، تحمل، اینا فقط در آزمایشات قابل کسب هستن. وقتی همه چیز خوبه ما به این چیزا احتیاج نداریم، ولی وقتی در فشار هستیم، در آزمایشات هستیم که خداوند به ما یاد میده چطور صبور باشیم، چطور فروتن باشیم، چطور گذشت داشته باشیم، چطور دیگران رو همچنان خودمون محبت کنیم. آخرین دلیل رو که آوردم، که البته میگم دلایل خداوند خیلی شاید بیشتر از اینا باشه، اون چیزی که در حد فکر من بود، آخرین دلیل رو که آوردم این بود که آزمایش خداوند شادی آسمانی ما رو مضاعف خواهد کرد. یک روزی وقتی با پیروزی وارد ملکوت آسمان شدیم، به پشت نگاه خواهیم کرد و سختی هایی رو که گذروندیم، فشار هایی رو که تحمل کردیم به خاطر ایمانمون، اون مشکلات رو که تحمل کردیم، اونها رو خواهیم دید و در شادی خداوند شریک خواهیم شد. و کلام خدا میگه شادی ما دو برابر خواهد شد، مضاعف خواهد شد، برای اینکه به خاطر اون ایمانمون بها دادیم، سختی کشیدیم، براش جون دادیم. حالا این دلایل رو میخوام تو ذهنتون داشته باشین، همینجوری صحنه باشه. من یه مورد از یاد بردم، آزمایش خداوند برکات و پاداش به دنبال داره و خداوند در قبال آزمایشاتی که ما رو در اون میگذرونه به ما برکات و پاداش خواهد داد. این هفت مورد رو میخوام اینجا داشته باشین، تو ذهنتون داشته باشین، این پشت جلو چشمتون باشه. حالا امروز میخوام درباره یکی از اون آزمایشایی که خداوند میکنه صحبت کنم و اون آزمایش اولویت هاست. کلام خدا در تثنیه باب 6 آیه 5 میگه شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست داشته باشید. این بزرگترین فرمانیه که خداوند برای ما گذاشته. بالاترین فرمانی که ما باید تو زندگیمون اجرا کنیم اینه که خداوند خدای خود را با تمام دل، تمام جان، تمام توان دوست بدارید. از این بالاتر فرمانی وجود نداره. از عیسی مسیح پرسیدند استاد، میخواستن اونو آزمایش کنن، چند تا فریسی میان میخوان عیسی مسیح آزمایش کنن، میگن استاد از بین همه اون فرامینی که شریعت موسی به ما یاد داد بزرگترین فرمانا کدومه؟ مسیح گفت خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این بزرگترین فرمانه، این بزرگترین فرمانی که ما باید اجرا کنیم در زندگیمون. خداوند باید بالاترین چیز زندگیمون باشه. خداوند فقط یه ذره از وقتتون رو نمیخواد. خداوند فقط نمیخواد که هفته ای دو ساعت بیاین تو کلیسا بشین، کلام رو بشنوین که خیلی عالیه. خداوند نمیخواد که هفت مثلا روزی نیم ساعت بشین کلام خدا رو بخونین یا 10 دقیقه بشین دعا کنین، فقط اینو نمیخواد از شما. خداوند از شما نمیخواد که مثلا هدایا یا دهیکاتونو بیارین. خداوند اینا رو نمیخواد. خداوند یه گوشه از زندگیتون نمیخواد. خداوند تمام زندگیتون میخواد. خداوند 100% قلبتون رو میخواد. یا همه رو میدین یا هیچی. یا 100% وجودت رو به خداوند میدی یا بقیه رو همه رو برای خودت نگه دار. نمیتونی به خداوند بگی من فقط این قسمت از زندگیمو به دست تو میسپارم، قسمت‌های دیگه مال خودمه. نمیتونیم به خداوند بگیم فقط خداوند من 80% زندگیمو برای تو میدم، 20% رو برای خودم نگه میدارم. باید تمام زندگی تو به خداوند بدی، چون او شایسته تمام زندگی توست. او شایسته همه چیز توست، همه انرژیت، همه استعدادات، تمام دار و ندارت، همه رو باید به خداوند بدی. چون از کجا دریافت کردی؟ از خداوند دریافت کردی. خداوند به من و شما داده و باید به او پس بدی. خب خدا رو چطور میتونیم دوست داشته باشیم؟ کلام میگه شما باید خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست بدارید. دوست داشتن خداوند چجوریه؟ خدا رو کسی ندیده، خدا رو میبینین که برین براش غذا بپزین، برین لباساشو بشورین، برین نمیدونم لباساشو اتو کنین، میتونین خدمتی برای خداوند بکنین. خداوند رو چطور باید دوست داشته باشیم؟ یه بچه رو دوست داریم براش شکلات میدیم، یه بچه رو دوست داریم براش لباس میخریم، اسباب بازی میخریم، همسرمون رو دوست داریم براش کمکی میکنیم، کاری از دستمون برمیاد میکنیم، یا کادوی میخریم، یا با هم صحبت میکنیم، ولی خدا رو چطور میتونین دوست داشته باشیم؟ خیلی سخته فکر کردنش برای ما انسان‌ها، درک این مطلب که چطور خدا رو دوست داشته باشم خیلی سخته، ولی کلام خدا اینو برای ما خیلی آسون کرده. کار شاقه‌ای نیستش دوست داشتن خداوند.
در اول یوحنا باب 5 آیه 3 میگه زیرا محبت به خدا چیزی جز اطاعت است، احکام او نیست و این احکام بار سنگینی نیست. محبت خدا چیزی به جز اطاعت از احکام او نیست. میخوای خداوند رو محبت کنین، میخوای خداوند رو دوست داشته باشین، از احکامش اطاعت کنین. و کلام میگه این کار خیلی سنگینی نیستش، برای اینکه احکام خداوند احکام سنگینی نیستن. چطور میتونم خداوند رو محبت کنم؟ با اطاعت کردن. حالا از چی اطاعت کنم؟ چه چیزی هست که خداوند از من مایل اطاعت کنم؟ در ادامه مطلب میگه در اول یوحنا باب 4 آیه 19 تا 21 میگه ما به دیگران محبت میکنیم چون اول خدا به ما محبت کرد. اگر کسی بگوید من خدا را دوست دارم در حالی که از برادر خود نفرت دارد، دروغگوست. زیرا اگر او برادری را که دیده است دوست ندارد، محال از خدایی را که ندیده است دوست بدارد. فرمانی که او به ما داده است چنین است، بلکه خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست دارد. این حکم خداست. بزرگترین حکم چیه؟ خدا را با تمام دل، با تمام جان، با تمام توان خود دوست بدار. این بزرگترین حکم زندگی ماست. این باید هدف ما باشه. اینو چجوری رعایت کنیم؟ چجوری خدا را من دوست داشته باشم؟ با تمام فکر، با تمام دل، با تمام جانم چطور خدا را من دوست داشته باشم؟ با رعایت حکمش. با حکم خداوند چیه؟ خیلی ساده است. به دیگران محبت کنیم. هر کی خدا را دوست دارد باید برادر خود را نیز دوست بدارد. اگه من بگم خدا را دوست دارم ولی از هم نوعان خودم متنفرم، دروغگوی بیش نیستم. کلام خدا. ولی من چطور میتونم دیگران رو دوست بدارم؟ چطور من میتونم دیگرانی رو که بعضیا خیلی سخت، واقعا آدم نمیتونه دوستشون داشته باشه، غیر قابل دوست داشتن، چطور میشه دوستشون داشته باشه؟ کلام برامو باز میکنه، میگه ما به دیگران محبت میکنیم چون، چرا؟ چون اول خدا به ما محبت کرد. اینو اگه درک کنیم، این اگه برای من و شما جا بیفته که خداوند تو رو دوست داره، که خداوند تو رو دوست داره، اگه برای من و شما این جا بیفته، باز بشه، درک کنم که خداوند واقعا من و شما رو دوست داره، انقدر دوست داره که به خاطر من و شما جان فرزندش رو بر صلیب داد. این اگه برای من و شما جا بیفته، محبت خدا رو دریافت کنیم، بدونیم که خداوند چقدر با چه بهای سنگینی من و شما رو دوست داره. همونطور که کلام میگه محبتی بالاتر از این نیست که یک نفر جان خود رو برای دوستان خود بدهد. از این محبت بالاتر وجود نداره که یکی فداکاری کنه. وقتی این برای من و شما جا بیفته که خداوند با چه محبتی من و شما رو محبت کرده، اون موقع زندگی ما عوض میشه. وقتی برای من و شما جا بیفته که خداوند واقعا منو دوست داره، حتی موقعی که آدم خوبی نیستم، حتی موقعی که کارهای بدم میکنم، حتی موقعی که پنهانه، خداوند منو دوست داره. محبت خداوند یکسانه، زیاد و کم نمیشه. مثل ما انسان ها نیست که یه روز رو حالت خوبی هستیم، از همدیگه خوشمون میاد، فردا یه مسائل پیش میاد، بعدمون میاد، میمونیم تو زندگی همجور نوسان داریم، با یک نفر یه روز دوست میشیم، یه روز آشنا میشیم، یه روز غریبه میشیم، همینجوری. مال خداوند اینجوری نیستش. خداوند نوسان نداره، درسته، از همون روز اول ما رو با همون شدت محبت کرد، تا قیامت هم ما رو با همون شدت محبت خواهد کرد. یک ذره به محبت خدا اضافه نخواهد شد و یک ذره کم نخواهد شد. خداوند با حد اکثر محبتی که وجود داره، با قیمتی که پرداخت بر صلیب، ما رو محبت. خداوند همه رو به یکسان با حد اکثر محبتی که وجود داره محبت کرد. و اون محبتش همون قدری که دیروز بوده، امروز هست، تا ابد خواهد. وقتی برای من و شما جا بیفته که خداوند چقدر منو محبت کرده، چقدر منو دوست داره، به خودت بگو، الان بگو خداوند منو دوست داره. بگین، اینو بگین، خداوند منو دوست داره، خداوند خیلی دوستت داره. این برای من و شما وقتی جا بیفته بفهمی که خداوند چقدر منو شما رو دوست داره، اون موقع است که میتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم، چون محبت رو دریافت کردیم، میدونیم خدا به خاطر من و شما بها داد و با اون محبت میتونیم دیگران رو محبت کنیم. پس این بالاترین حکم زندگی ماست. خدا من خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان اطاعت کن. و برای این کار فقط یک حکم برده، برادرتو مثل خودت دوست داشته باش.
حالا من آسونش کرده، سختش نکرده، قوانین مختلف نداشته، پیچیده‌اش نکرده، خیلی آسون. و چطور من میتونم دیگران رو دوست داشته باشم؟ با پذیرفتن اینکه خداوند منو دوست داره. خداوند تمام زوایای زندگی منو میدونه، تمام گوشه‌های تاریک زندگی منو میبینه. همه چیز برای خداوند مثل یک کتاب باز. هیچ چیزی از خداوند پنهان نیست. حال این وجود منو دوست داره. اگه خداوند منو میتونه دوست داشته باشه، من کیم که نتونم دیگرانو دوست داشته باشم؟ خب این ما رو جلوی یک انتخاب خیلی مهمی قرار میده. و اون انتخاب اینه که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم، ولی کلام خدا میگه این ایمان ما بهایی داره. در لوقا باب 14 آیه 25 تا 30 یک جریانی رو تعریف میکنه از زبان عیسی مسیح. لوقا باب 14 آیه 25 تا 30 میگه یک بار عیسی رو گرداند و به جمعیت بزرگی که به دنبال او حرکت می‌کردند گفت: هر که می‌خواهد پیرو من باشد، باید مرا از پدر و مادر، زن و فرزندان، برادر و خواهر و حتی از جان خود نیز بیشتر دوست دارد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید، نمی‌تواند شاگرد من باشد. اما پیش از آن که در مورد پیروی از من تصمیمی بگیرید، همه جوانب را خوب بسنجید. اگر کسی در نظر دارد ساختمانی بسازد، ابتدا مخارج آن را برآورد می کند تا ببیند آیا از عهده آن برمی آید یا نه. مبادا وقتی بنیاد ساختمان را گذاشت، سرمایه‌اش تمام شود و نتواند کار را تمام کند. آنگاه همه تمسخر کنان خواهند گفت: این شخص ساختمان را شروع کرد اما نتوانست آن را به پایان برساند. به چند تا خیابون پایین‌تر از خونه ما یه گوشه‌ای یه ساختمانی رو شاید بگم 8-9 سال پیش یه گروهی خرید، اون زمین رو خرید کردن، بعد اومدن تمیز کردن و ما منتظر بودیم که چه چیزی اونجا میخوان درست کنن. بعد کار همونجوری لنگ موند، زمستون اومد، اونجا برف بود، زمستون برف آب شد و بهار اومد و تابستون اومد، دیدیم اومدن یواش یواش اونجا رو کندن، اون لودرها اومدن و کندن و همونجوری ولش کردن. یه سال گذشت، سال بعد اومدن بتون رو گذاشتن، همونجوری ولش کردن. سال بعدش اومدن یواش یواش اون ستون‌ها رو گذاشتن، همونجوری ولش کردن. حالا شاید 8-9 سالیه که این ساختمون هنوز تموم نشده. قرار یک کلیسا اونجا بسازن. حالا من از کنار اون رد میشم، این آیه رو نگاه میکنم، میگم اینا واقعا پیرو این کلام هستن؟ آیا نه این بایستی از همون اول حساب کتاب میکردن ببینن آیا میتونن اون ساختمون رو تو یک فصل درست کنن، تمومش کنن، یا صبر کنن پولش رو جمع کنن بعد شروع کنن، تا اینجوری مورد تمسخر دیگران نباشن؟ عیسی میگه پیروی کردن از من بها داره. پیرو به عیسی میخوای باشی، میخوای به او ایمان آوردی، میخوای دنبال رو او باشی، وارد ملکوت آسمان او بشی، بها باید بدی. یه بهایی برای من و شما وجود داره. عیسی میگه هر که میخواهد پیرو من باشد، باید از پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهر و حتی از جان خود نیز مرا بیشتر دوست دارد. هر که صلیب خود را بر ندارد و به دنبال من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. اما پیش از آن که در مورد پیروی از من تصمیمی بگیرید، همه جوانب را خوب بسنجید. آیا جوانب را جستجو کردیم؟ آیا حاضرین بها را به خاطر عیسی مسیح بدین؟ آیا میخواین حاضرین همه بها را بدین؟ چرا خداوندمون عیسی مسیح اینو از ما خواست؟ خیلی سخته. چطور من از پدر، مادر، فرزند، از تمام حتی از جان خودم به خاطر ایمانم بگذرم؟ چطور امکان داره این؟ چرا خداوند اینو از ما میخواد؟ چه خداوند قسیب قلبیه؟ نه؟ در همین بود که گفتم اینا رو نگاه کنین، پشت چشم داشته باشین، زیر چشمتون داشته باشین. اینا فقط گوشه ای از هدفهای خداست. خداوند برای این چیزی که از ما میخواد هدف خیلی بالاتری داره. شاید یکی فکر کنه این بهای خیلی زیادی برای پیروی کردن از عیسی مسیح. اگه من الان بیام به شما بگم یه 20 دلار به من بدین، من در عوضش یه مرسدس بنز آخرین سیستم شاید 20,000 دلار قیمتشه به طور مجانی بهتون میدم، 20 دلار فقط. برادر احمد حاضره. چی فکر خواهیم کرد؟ با خودتون فکر خواهیم کرد شاید این میخواد ما رو به صدا رنگ کنه، میخواد گلومون بزنه. 20 دلار چقدر پول زیاد میگیره؟ 20 دلار از ما میخواد بگیره.
ولی اون 20 دلار در برابر اون چیزی که می‌خواید دریافت کنین هیچ چیزی نیست. یک روزی من و شما در آسمان خواهیم بود و به زندگی گذشته‌مون نگاه خواهیم کرد و اون سختی‌هایی رو که گذروندیم خواهیم دید و در مقابل عظمتی که جلوی رومون هستش، شادی که در جلوی رومون هستش، اون چیزایی که از خداوند دریافت کردیم، این سختی‌هایی که گذروندیم مانند همون 20 دلاری میشه که در مقابل مرسدس بنز ارزششو داره. ارزششو داره که به خاطر ایمانمون تمام بها رو بپردازیم، حتی جانمون. خداوند برای ما برنامه‌های خیلی زیبایی داره. خداوند برای من و شما هدف خیلی قشنگی داره. ارزششو داره که خداوند از ما خواسته او رو بیشتر از همه چیز دوست داشته باشیم. وقتی میگیم خداوند به ما میگه شما باید خداوند خدای خود رو با تمام دل، تمام جان، تمام توان دوست بدارید. اگه خدا رو با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست نداشته باشیم، اگه چیزهای دیگر رو بیشتر از خداوند دوست داشته باشیم، در واقع ما اونها رو بالاتر از خداوند قرار داریم میدیم و از اونها داریم بت درست میکنیم. تو زندگی ما، من و شما الان بت‌هایی وجود داره. برای من و شما شاید پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، فرزندم بت باشه. آیا از اطرافیانتون برای خودتون بت ساختین؟ بهتر نیست این بت‌ها رو بشکنیم. الان شاید اون موقعی باشه که بخوایم این بت‌ها رو بشکنیم، چون خداوند فقط شایسته اون محبته، اون توجه هستش. فقط این توجه شایسته دادن به خداوند، نه فرزند، نه پدر، نه مادر، نه هیچ کس دیگه ای. هر چقدر عزیز باشه شایسته این نیستش که این همه توجه رو به اونا بدیم. باید این نوع توجه رو فقط به خداوند بدیم، هیچ چیزی رو بالاتر از خداوند قرار ندیم. عشق به خداوند باید انتخاب اول ما باشه. در متی باب 10 آیه 32 تا 33 میگه اگر کسی نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز از او نزد پدر آسمانی خود تعریف خواهم کرد. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کند، من هم نزد پدر آسمانی خود او را رد خواهم کرد. ایمانی که خداوند به ما داده، ایمان آوردیم به فرزندش و با خون او نجات رو دریافت کردیم، یه چیزی نیست که باید پنهانش کنیم، چیزی نیست که ازش باید شرم داشته باشیم، چیزی نیستش که ازش باید بترسیم، چیزی که باید به همه بگیم، به همه بدیمش. اگه چیز خوبیه دنبالش رفتیم، پس ارزش داره که به دیگران هم بدیم. نباید از دیگران اونو پنهان کنیم. از عزیزانمون، از خانواده هامون، میدونم ما از کشوری اومدیم که خیلی سخته. ایمان آوردن به مسیح میتونه مساوی با حکم اعدام باشه، میتونه زندان داشته باشه، میتونه خیلی عواقب بدی داشته باشه. من الان ویدیو داره ضبط میکنه و تا آخر امشب این برنامه میره رو یوتیوب. خدا میدونه کی میبینه، خدا میدونه، شاید یه روز رفتم ایران و اینو یه نفر دیده باشه و بگه بیا اینجا. اگه خداوند مایل باشه که من برم اونجا، با وجودی که میدونم امکان داره خطر برام باشه، با تمام وجود خواهم رفت. اگه خداوند بگه همین الان برو، همین الان خواهم رفت. بدم میدونم که نگفته بهم برو، دلیلی هم نداره که برم، دلیلی هم نداره که خودم بی خود خودم رو تو خطر بندازم. ولی اگه خداوند بگه برو، میرم، چون خداوند برای من بالاتر از همه چیزی هست، حتی از جان خودم، حتی از تمام چیزهایی که به من داده. در متی باب 10 آیه 34 تا 39 میگه گمان نبرید که آمدم صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم. عیسی مسیح میگه نه، من آمدم تا شمشیر را برقرار نمایم. من آمدم تا پسر را از پدر جدا کنم، دختر را از مادر و عروس را از مادر شوهر، به طوری که دشمنان هر کس اهل خانه خود او خواهند بود. اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر پسر و دختر خود را بیشتر از من دوست بدارید، لایق من نیستید. اگر نخواهید صلیب خود را بردارید و از من پیروی کنید، لایق من نمی باشید. اگر بخواهید جان خود را حفظ کنید، آن را از دست خواهید داد. ولی اگر جانتان را به خاطر من از دست بدهید، آن را دوباره به دست خواهید آورد. این اون چیزی که خداوند داره به شما میگه. پس من و شما با یک انتخاب خیلی سختی روبرو هستیم.
ولی وقتی انتخاب رو با پاداشی که خداوند برای ما داره، با چیزهایی که خداوند برای ما در نظر داره مقایسه میکنیم، میبینیم ارزششو داره، ارزششو داره. حالا چرا خداوند ما رو تو این آزمایش قرار میده؟ هر ایمانداری وقتی به عیسی مسیح ایمان میاره، یکی از اولین آزمایشاتی که با اون آزمایش مواجه میشه همین آزمایش اولویت هاست. خدا رو دوست داری؟ ایمان داری به خدا؟ چقدر؟ اینقدر؟ وقتی به دخترم میگم بابا رو دوست داری، میگه بله. میگم چقدر؟ میگه اینقدر. میگه همش همینقدر؟ میگه نه اینقدر. خدا رو چقدر دوست داری؟ اینقدر؟ چقدر دوستش داری؟ عیسی مسیح میدونی چقدر شما رو دوست داره؟ اینقدر دوست داره. رو اون صلیب دستاشو باز کرد، حاضر شد میخ تو دستاش بره و اون دستا برای همیشه برای من و شما باز بمونه. این دستا هیچ وقت، این آغوش هیچ وقت به روی ما بسته نخواهد شد. ما رو اینقدر دوست داره. شما چقدر مسیح رو دوست داریم؟ اینقدر یا اینقدر؟ چقدر دوستش داریم؟ حاضرین به خاطر مسیح بر صلیب بریم، صلیب خودمون رو برداریم؟ سرودی که آخرین سرودی رو که خوندیم میگه صلیبم را میگه بهر عیسی سودم زیان دانستم، روانم سوی جلجتا تا مصلوب کردم با عیسی، چون پس از مرگ در قیامش شریک کردم. آیا واقعا وقتی این سرود رو میخونیم واقعا به اون کلماتش دقت میکنیم؟ آیا واقعا منظورمون همین بود یا همچون یه چیزی داشتیم میگفت؟ حالا بعد از اینکه این پیغام رو دادم، اون سرود رو بازم میخونیم، روش فکر کنیم. برای خداوند باید بها بدیم، برای ایمانمون باید بها بدیم. اگه بخوای از اون بها فرار کنیم، از اون آزمایش فرار کنیم، از آزمایش رد بشیم، چیز خوبی نیستش. حالا خداوند چرا میخواد ما رو این با این آزمایش سخت تنقل بده؟ محبت خدا اینجا چجوری دیده میشه؟ ما چطور اگه خداوند واقعا چنین چیز سختی از من میخواد، آیا واقعا خداوند منو دوست داره؟ موضوع پیغام من امروز این بود، محبت خدا نمایان در آزمایشات، آزمایش اولویت ها. خداوند در این آزمایش اولویت میخواد محبتش رو به من و شما نشون بده. ولی خب با خود فکر میکنیم اگه قراره از پدر و مادر خودم بگذرم، از بچه هامو بگذرم، از جون خودم بگذرم، این چجور محبتیه که خداوند داره به من میکنه؟ حالا به این قسمت نگاه کنیم. مزمور 27 آیه 10 خداوند میگه حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، داوود داره این سرود رو میخونه، حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت. تا حالا دیدین یا شنیدین پدر و مادرهایی که بچه هاشون رو ول میکنن، توی توالت میندازن، به روش های مختلف سختشون میکنن، میرن دم در خونه ها میذارنشون یا میفروشنشون؟ شنیدین داستان ها؟ خیلی شنیدین. این دنیای خیلی سختیه. پدر مادرها کسایی که واقعا باید بچه ها رو دوست داشته باشن، عشق ببرن، اونا رو نگه بدارن، در مواقعی پدر مادر میتونه بچهشو بذاره. ولی حتی اگه پدر مادر بچهشو بذاره، خداوند هیچ وقت شما رو تنها نخواهد گذاشت. هیچ وقت شما رو تنها نخواهد گذاشت. هیچ وقت، هیچ وقت. مهم نیست چقدر بد باشی با فکر خودت، خداوند تو رو هیچ وقت محبت نخواهد، تنها نخواهد گذاشت. کلام خدا میگه خداوند، زیرا خداوند ما رو محبت کرد در اون لحظه‌ای که هنوز گناهکار بودیم. موقعی که من هنوز گناهکار بودم، در اوج گناهانم بودم، خداوند انقدر منو محبت کرد که به خاطر من جونشو داد. کلام خدا میگه شاید یه نفر آدم خوبی باشه، به خاطر یه آدم خوب جونشو بده، ولی کمتر کسی پیدا میشه یا غیر ممکنه یه نفر جونشو به خاطر یه آدم بدکار بده. خداوند این کارو کرد. پس خداوند تو رو هیچ وقت تنها نخواهد گذاشت. حتی اگر پدر و مادرت تو رو طرد کنن، لگد مادت کنن، از خونه بندازنت بیرون، خداوند تو رو هیچ وقت تنها نخواهد گذاشت. ولی وقتی با پدر و مادر رو بالاتر از محبت خدا قرار میدیم، خودمون رو از اون محبتی که میتونیم از خداوند دریافت کنیم محروم میکنیم. ما انسان‌های آدمایی هستیم که دنبال محبت هستیم، دنبال توجه هستیم. باور ندارین از بچه نگاه کنید. اون بچه اگر لیل از نازی از کنارش بره، جیغش اینجا رو پر میکنه. بچه یه ماه و نیمه میدونه باید توجه دریافت کنه. از بچگی، از لحظه‌ای که از مادر به دنیا اومدیم توجه میخواد. با گریه بیرون میام که یکی بهمون توجه کنه، یه چیزی تو دهنمون بذاره، زیرمون رو خوش تر و خوش کنه، توجه میخوایم.
محبت میخوایم. در تمام طول زندگی همینه. ما انسانایی هستیم که توجه میخوایم، محبت، و برای دریافت این توجه و محبت خودمونو به در و دیوار و آتیش و آب و آتیش میزنیم که این توجه رو دریافت کنیم. و کجا بهتر از پدر مادر، از فرزندان این توجه رو از پدر مادر دریافت کنیم، این پدر توجه رو از برادر و خواهر و از فرزندانمون دریافت کنیم. جای مطمئنیه، درسته؟ ولی در اصل ما باید این توجه رو فقط از خداوند دریافت می‌کردیم. این محبتی رو که دنبالش می‌گردیم سالیان سال در نگاه فرزندمون، در نگاه پدر مادر، در نگاه خواهر و برادرمون جستجو می‌کنیم، این توجه رو همیشه در کنارمون بوده، از خداوند میتونستیم دریافت کنیم. ما در جای غلطی دنبالش هستیم. محبت حقیقی رو که دنبالش هستیم در خداوند میتونیم پیدا کنیم. اگه بذارین که این محبت در نگاه فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر باشه، سیر نخواهین شد. یه مقدار سیر خواهین شد، سیر نخواهین شد، چون پدر و مادر زمینی امکان داره شما رو ترک کنه، ولی خداوند هیچ وقت شما رو ترک نمی‌کنه. اشعیا باب 49 آیه 15 میگه خداوند چنین پاسخ میدهد. این خود خداوند داره با شما صحبت میکنه امروز، میگه آیا یک مادر جگرگوشه خود را فراموش میکند؟ یا بر پسر خود رحم نمیکند؟ تو این دنیا دیدیم همچین آدمایی. حتی اگر مادری طفلش را فراموش کند، خدا داره به شما میگه من شما رو فراموش نخواهم کرد. این خداوند داره با شما صحبت میکنه، داره با تو صحبت میگه، میگه حتی اگه پدرت، مادرت، مادرت که عشق مادرت زبان زد خاص و عامه، حتی اگه مادرت تو رو فراموش کنه، به تو رحم نکنه، من خداوند تو رو فراموش نخواهم کرد. خداوند داره با تو صحبت میکنه، میگه من هیچ وقت تو رو فراموش نخواهم کرد. اون محبتی که دنبالش میگردی تو پدر و مادر در من هستش. بیا من به وفور به تو میدم، نه یه ذره، همه‌شو به تو میدم. در مرقس باب 10 آیه 28 تا 30 میگه پتروس در جواب عیسی شروع کرد به صحبت کرده، گفت ببین ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران و یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک کند، هر که اینا رو ترک کنه در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر و مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. به خاطر خداوند خواهرتو، پدرتو، مادرتو، فرزندتو ول می‌کنی، در مقابلش ده ها، صد ها، هزار ها خواهر و برادر و پدر و مادر دریافت می‌کنی. در ایمان، در روح، در روح مسیحیت من نه یک پدر بلکه هزاران پدر دارم، هزاران برادر و خواهر دارم. شماها در ایمان من، در خداوند من برادران و خواهران من هستیم. اگه برادران و خواهر خودمون ترک کردن، در عوضش هزاران هزار برادر و خواهر دریافت کردم. وقتی وارد کلیسایی میشم دلم باز میشه، چون اینا برادرای خواهرای من هستن، بهشون میگم های برادر، های سیستر. هرچند اگه از زبان دیگه‌ای باشن، از ملت دیگه‌ای باشن، ولی یک خون ما رو نجات داده، یک پدر داریم، یک نجات دهنده، یک ایمان. در عوض اون چیزی که از دست دادم هزاران هزار دریافت کردم. و مسیح میگه البته رنج هم خواهید دریافت کرد. در این دنیا 100 برابر خانه، برادر، خواهر، مادر، فرزند و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب خواهید کرد. حالا شاید بگین من این آزمایش رو اوایل ایمانم باش برخورد کردم، قبول شدم، خیلی خوب. این آزمایشی که هر روز باش روبرو میشیم، هر روز این تصمیم رو باید بگیریم که صلیبمو بردارم، خداوندمو بالاتر از همه چیز قرار بدم. حالا یکی شاید بگه من این آزمایش رو رد شدم، پس من چی؟ من انکار کردم مسیح رو، من نتونستم به خواهرم، به پدرم، به مادرم بگم مسیحی هستم، چون ترسیدم که تردم کنن، چون ترسیدم که اتفاقا برانم بیفته. تکلیف من چی میشه؟ من رد شدم این آزمایش رو، چیکار باید بکنم؟ در مرقس باب 14 آیه 66 تا 72 داستانی رو تعریف میکنه از اواخر زندگی مسیح. مسیح رو
بردن به ناحق، دارن محکومش میکنن توی خانه کاهن اعظم. و پتروس یکی از نزدیکترین شاگردان مسیح اونجاست، از پشت داره از دور داره نگاه میکنه که چه اتفاقی قرار رو مسیح بیفته. در همون شب که سردم بود دور آتیش جمع شدن، یه دختری اونجا بود، گفت من تو رو دیدم، تو هم با اونی، تو یکی از شاگردان اونی. گفت نه من اونو نمیشناسم. بعد از چند لحظه جا شد عوض کرد، بازم همون دختر اومد گفت من تو رو دیدم، تو با اونی. گفت نه من اون شخص رو نمیشناسم. و سه مرتبه مسیح رو رد کرد. ببینید وقتی این آزمایشات رو برای شما تشریح کردم، گفتم آزمایش خداوند برای رد کردن ما نیست، بلکه برای قبول کردن ماست. اگه خداوند میخواست پتروس رو رد کنه، همون یه دفعه که مسیح رو انکار کرد، میگه خب این از پتروس، یه خط بطلان رو پتروس میکشه، میگه تموم شد کار تو، تموم شد. ولی آزمایش خداوند برای قبول کردن ماست. سه مرتبه بهش شانس داد، سه مرتبه رد شد، ولی باز بهش شانس داد. وقتی مسیح از مرده ها برخاست، از میان مرده ها برخاست و خودش رو به مریم و مرتا نشون داد، گفت برین خبر پیغام رو به پتروس و برادران بده. اسم پتروس رو شخصا آورد، به خصوص آورد، به یک دلیل به خصوصی، چون اون رد شده بود. میخواست بهش امید بده که با وجودی که رد شدی، من به تو شانس تازه میدم، من تو رو رد نکردم. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه در مرقس، در یوحنا 21:17 میبینیم که عیسی از مردگان برخواسته و رفته کنار دریا و شاگردان دارن ماهیگیری میکنن و بعد میان و مسیح رو پیدا میکنن که براشون صبحونه درست کرده. میشنن با مسیح صبحونه میخورن. عیسی به پتروس میگه ای پتروس پسر یونا، آیا منو دوست داری؟ گفت بله خداوند. دفعه دوم سوال میکنه، میگه ای پتروس پسر یونا، آیا منو دوست داری؟ میگه بله خداوند. و دفعه سوم میگه ای پتروس پسر یونا، آیا واقعا منو دوست داری؟ گفت خداوند این چه سوالی، خودت بهتر میدونی که من تو رو دوست دارم. سه بار مسیح رو رد کرد، مسیح سه بار گفتش که من تو رو دوست دارم، سه بار من به تو شانس میدم. 10 بار رد بشی، 10 بار به تو شانس میدم. در متی باب 18 آیه 22 در داستان دیگه ای پتروس میره پیش پتروس و شاگردان میرن پیش عیسی و میگن که خداوند چند دفعه من باید برادرمو که اشتباه کرده ببخشم؟ آیا 7 مرتبه کافیه؟ مسیح میگه نه 7 مرتبه، بلکه 70 مرتبه، 7 مرتبه هم کمه. تا موقعی که امکان داره ببخشش. اگه خداوند همچین انتظاری از من و شما داره که 70 مرتبه، 7 مرتبه دیگرانو ببخشیم، چقدر بیشتر او من و شما رو خواهد بخشید، فرصت تازه‌ای خواهد داد. پس اگه در گذشته این فرصت از دست من رفته، پس این رو رد کردم، نتونستم اعتراف کنم به ایمانم. و ما میدونیم که ایمان ما با قلب ایمان بیاریم، با زبان باید اعتراف کنیم. ایمان حقیقی مسیحی اونجاست، با قلبت ایمان بیاری که مسیح از مرده ها برخواسته به خاطر نجات جان تو، و با زبان اقرار کنی. این ایمان مسیحی، اقرار کنی، شهادت بدی، همه جا شهادت بدی که مسیح قیام کرده و من به او ایمان آوردم و از او شرمناک نیستم. اگه در گذشته من نتونستم اینو اعتراف کنم، باشه، خداوند به تو شانس تازه‌ای داده، خداوند به تو شانس‌های دیگه میده. مسیح رو اعلام کن، بها رو بده، از این آزمایش سربلند بیرون بیا. خداوند به تو فرصت خواهد داد، و تا از این آزمایش سربلند بیرون نیایی، تو رو ول نخواهد کرد. نترس، او با توه، او تو رو هیچ وقت تنها نخواهد گذاشت. از بهایی که باید بدی نترس، اون بها در مقابل پاداشی که دریافت خواهیم کرد هیچه. یه روز چشمان ما باز خواهد شد و خواهیم دید عظمت آسمان رو، جلال خداوند رو. و اون روزی که نگاه خواهیم کرد، به پشت نگاه خواهیم کرد و خواهیم دید که تمام اون سختی‌هایی که گذروندم یه قطره بود در مقابل دریایی که از خداوند دریافت کردم. پس در خداوند شادی رو دریافت کن. سرهامونو خم کنیم.